من امروز تصمیم گرفتم به جای اینکه بیام به میم ها مثل بقیه یوتیوبرها ریاکشن برم، یه چالش خیلی خفن بیارم واسهتون از موزیک دورچی. چه چالشیه؟ ستونای گنگ سابسکرایب رو بزنید و بیاید با من ادامه ویدیو. سلام به برای بچه رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوبه، خوب باشه. من محمد هستم و اینجا رپ تایمه. ستونای گنگ، آقا من هر جا میرفتم هر جا رو چک میکردم، برنامه این بود که آقا همه اومده بودن شروع کرده بودن به میمهای دورچی ریاکشن رفتن و ریاکشن بریم به میمهای دورچی، موزیک ویدیوی دورچی ریاکشن رفتن، حالا میمهایی که داخل این اینستاگرام خود حتی خود پوتک. ولی خب این خلاقیتی که این چلنجی که ما آوردیم با بقیه فرق داره. اون چیه؟ آقا اینجوری که هر بار دورچی داخل آهنگش میگه گایدم، 5 ثانیه و 5% موزیک تندتر میشه، یعنی موزیکش حدود 4 دقیقه ایناست، شاید هم بیشتر تایمش باشه، نمیدونم تایم دقیقشو. بریم ببینیم هر باری که دورچی میگه گایدم 5% اگه افزایش پیدا کنه چقدر موزیکش میشه و چقدر موزیکش کلا میمونه. این چالش واقعا به حال ادیتور واسم اومده کرده و این موضوعشه، من نمیدونم، همین الان رو صفحه لپتاپ واسم ارسال کرده. مستقیم بریم ببینیم چه خبره دیگه بچه ها، چه خبره واقعا. خب ستونه گنگ، بریم ببینیم چه خبره. گایدم گایدم اصلا گا رو همین اولش میگه. بچه ها من یه ذره این 5 ثانیه نگه میدارم کپی رایت نزنه دیگه، مورد پیش نینداز چنل، دمتون گرم. وای آجی موزیک ویدیو خدا بود، این چند وقت اصلا دورچی میم شد داخل این اینستا، هر جا میرفتی اسمش بود. وای خیلی سرعتش بالاست، یعنی ریاکتمو نمیتونم رو این تنظیم کنم، کلم درد میگیره آجی. ولی جدی یکی از بمترین موزیک ویدیوها تا به الان همین بود، یعنی اومد. و یه چیزم اینجا باز کنم واسه تون، این که آقا پوتک با رادیو جوان زیاد رابطش خوب نیست، برای اینکه بخواست را سمام رادیو جوان و رادیو جوان کلن به گا بره به گل معروفی جورایی، اومده حرکتی زده، آقا نصف پولی که رادیو جوان میگیره رو میگیره میاد میذاره رو چنلش. الان یه چن یعنی یه جور باز کرده، مثلا رادیو جوان کرده رادیو پوتک یا همچی چیزایی. دورچی چرسی الان به جای که بدن رادیو جوان میاد رو چنل رادیو پوتک، همون چنل اصلی پوتک ها، ولی خب اون قسمت درست کرده به نام رادیو پوتک. مثلا آرتیستای نسل جدید و کسایی که میخوان بدن رادیو جوان، پوتک میاد ازشون میخره، اسپانسر میشه، بعضی وقتا یه پولی هم حتا بهشون میده که موزیکا اونجا پخش کنن. و میبینید که دورچی رو چنل پوتک پخش کرده و حدود 1 میلیون ویو تا الان گرفته. آقا اینجا یه جوریه که آقا این چالنجر اینجوریه که وقتی میگه گایدم، یعنی از همون عقب 5% میره رو جلو. مثلا موزیک فکر کنید، شما فکر کنم مثلا 50-60% افتاده جلو، هر باری که میگه گایدم 5% میره، مثلا 60% بود الان میشه 65%. آج این خداست چالشش. آه آجی دوباره 10% چه سم می شدیم. خیلی شدید شد آخرش، بکنم دیگه نشه ریاکشن رفت. و
وای چند درصد الان موزیک رفته جلو. آه جان مادر دیگه نگو گایدم بس. اینجا دیگه فکر کنم چیزی نشتمی مثلا انگار سرعت رفته بالا. حاجی این داره حرف میدار ما هیچی نمیشتمیم چنگه سرعت رفته بالا این ای دوباره گایده همون میگه ای اینجا دوباره سرعت میره بالاتا. دوستان چنل سازندش هم آخر دارید میبینید من هیچ چیزی حذف نمی کنم چون کسی که میاد میسازه زحمت کشیده البته زحمتی زیادی هم باز بالاخره ایدهش تزش خلاقانه بوده. دارید میبینید دیگه بچه ها من چیزی اصلا حذف نکردم با اینکه بازم فرستادن قشنگ آیدی دوستمون داخل تصویر هست همه چی هست واضح میتونید حمایت کنید اگه خواستید. باشی این دیگه سرعت شفارا خوب شد تموم شد. چه چالش لشی بود واقعا، یعنی بهترین چالش یوتیوب تا به الان این داداشمون درست کرده داخل یوتیوب. چون این موزیک خب بهتون گفتم از اولی چه شرایطی بود آقا اومد، خب یه سری آدم ها اومدن نقد کردن ما سروچیش کس رو ول کنیم رپ سبک اعتراضیه ما فقط اعتراضی گوش بدیم. خب آقا میخوای اعتراضی گوش بدی برو، نمیدونم اگه موزیکی که میخوای داخلش مفهوم باشه خب نمیدونم برو سورنا گوش کن، چه میدونم برو هیچ کس گوش کن دیگه، داخل هراهنگی که نبود دنبال محتوا بگردی. تازه یکی دو نفر من رو تک کردن داخل یوتیوب، الان گوشیم نیست نزدیکی دستم ویدیوشون رو ریاکت برم که انتقاد کرده بودن تو که رسانه رپی نبود اینجور موزیکا رو پخش کنی یا مثلا حالا بخوای توی وایرال شدنش به اون آرتیست کمک کنی چه محتوایی نداره. خب دیگه کسی که سبک رپ گوش میده مثلا من شاید شخصا خودم فقط یه جاش پاپ گوش بدم، اونم مثلا داری میری سفر با خانواده تو ماشین آهنگ پاپ میذارم، ولی مثلا تو گوشی خودم پلی لیستم میدونه پاپ هم که نیست. کسی که داره همش سبک رپ گوش میده نمیتونه همش بیچاره اعتراضی گوش میده، با 10 تا سبک مختلف گوش بدی اون اوکی بشه. و یه چیزی میاد هیت ندید بهش، مثلا من این چالش ساختم شد 10 تا هیت بدید، ولی ندید این کارو نکنید. دورچی اومد سبک آورد، سبکش الان داخل اروپا اونورا ترنده واقعا. اینکه شما بیشتر موزیکو باید بر محور مثلا اون وایبی که از آهنگش از بیتش میگیرید حس کنید، نه اینکه اون خواننده داره چی میگه. این سبکش اینجوریه با اوتوتیون خالص هم از تقریبا. ستونه گنگ اگه خوشتون اومد کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، نظری انتقادی چیزی داشتید داخل کامنت ها بزنید. اینم بهتون بگم که زیاد نمونده تا 1000 تا شدنمون دست برسونید 1000 تا رو شدیم. دوستتون دارم، به امید دیدار.